و مجموعه خبری ساعت 10 خوش آمدید. سرخط خبرها: از سقوط زنجیره‌ای ولسوالی ها تا رسیدن جنگ به مرکز ولایت ها. طالبان برای دومین روز بر شهر قلعه نو مرکز بادغیس حمله کردند. از طرف نیروهای دلیر و باشامت امنیتی پلیس و اردوی ملی یک جوابت محکم دندان شکن به جنایتکارا داده شد. آتش شعلور جنگ و زورآزمایی با تانک و تفنگ. منابع در غزنی از درگیری ها میان نیروهای دولتی و طالبان در شهرک مهاجران این ولایت خبر می دهند. در نتیجه عملیات های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در 12 ولایت در 24 ساعت گذشته 107 طالب کشته شدند و ده ها تن دیگرشان زخم برداشتند. آوارگی و تیره روزی و افزایش ناداری و تهی دستی. حکومت از بیجا شدن بیش از 32,000 خانواده در نتیجه جنگ ها در یک ماه پسین خبر می دهد. ما عملیات حالت اضطرار که در هیچ سابقه نداشت با تمام قوت آغاز کردیم در 25 ولایت و دیروز روز گذشته ما در 17 ولایت کشور شاهد رسیدگی بودیم. و شلیک بیش از 10 موشک بر پایگاه نیروهای امریکایی در عراق. به نام خدا و شب شما بخیر. طالبان برای دومین روز بر شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس حمله کردند و در شماری از ساختمان‌های دولتی با نیروهای امنیتی درگیر شده اند. مقام‌های نظامی اما از عقب زدن این حمله طالبان خبر می‌دهند. در درگیری‌های دروزه در شهر قلعه نو دو غیر نظامی جان باختند و بیش از 60 غیر نظامی دیگر زخم برداشته اند. از سوی دیگر مقام‌های محلی هرات تایید می‌کنند که نیروهای دولتی از ولسوالی های زندجان و کشک کهنه این ولایت عقب نشینی کرده اند و از درگیری ها در چندین ولسوالی دیگر هرات نیز گزارش شده است. درگیری های شدید میان نیروهای دولتی و طالبان در شهر قلعه نو. طالبان در چند بخش این شهر با نیروهای امنیتی درگیر شدند. مقام های نظامی در بادغیس می گویند که دومین حمله گروهی طالبان بر شهر قلعه نو را عقب زدند. از طرف نیروهای دلیر و باشامت امنیتی پلیس و اردوی ملی یک جواب محکم دندان شکن به جنایتکارا داده شد. الحمدلله وضعیت تحت کنترل است. بر بنیاد آمارهای شفاخانه بادغیس در درگیری های دو روز گذشته مرکز این ولایت دو غیر نظامی جان باختند و بیش از 60 غیر نظامی به شمول 7 کودک و 9 زن زخم برداشتند. طالبان مسلط در خانه مسکونی مردم قرار گرفتند و همه اکنون جنگ طور که شما همی آل صدای خیر میشنین جنگ در اومه شرق نو جریان داره. مقام های محلی بادغیس تایید میکنند که شماری از مقام های امنیتی این ولایت به شمول خواجه مراد مراد، عامر امنیت فرماندهی پلیس، ابوبکر مرادی، معاون نخست ریاست امنیت ملی، سراج الدین پیمان، فرمانده قرارگاه پلیس، عمر عظیمی، عامر حوزه اول پلیس شهر قلعه نو، نادر، فرمانده توله محافظت عامه، خیر محمد عارفی، فرمانده اردوی منطقه‌ای با ده‌ها نیروی امنیتی و امکانات نظامی به طالبان تسلیم شدند. از پیوستن خانجان زفر و محمد فرید اخیزه، دو عضو شورای ولایتی بادغیس هم به طالبان گزارش شده است. یاد په کابل کې نشته، یبل ځکه نشته، وضعیت نرمال ده. دا یاله خبر کې خلک خپل اولادونه، خپل چرچ، خپل کور، خپل کاشانه ټول شه د لاس ور کړی ده. مقام های محلی هرات میپذیرند که نیروهای امنیتی از ولسوالی های زندجان و کشک کهنه این ولایت بیرون شدند. عقب نشینی یا تکتیکی اکثرا زیان آور و مشکل زا هست و شما میبینین که ما اکثر زیر ساختار از دست میتین، هستی و دارایی ملک از دست میتین و بالاخره منابع از عظیمی از دست میتین. وزارت دفاع ملی از کشته شدن نزدیک به 70 طالب مسلح در عملیات‌های نیروهای امنیتی و حمله‌های هوایی در شهر قلعه نو خبر می‌دهد.
در همین حال منابعی در ولایت غزنی از درگیری ها میان نیروهای دولتی و طالبان در شهرک مهاجران این ولایت خبر می دهند. به گفته این منابع با آنکه نیروهای دولتی شهرک مهاجران را از طالبان پس گرفتند، اما درگیری های شدید میان دو طرف تا ناوقت های روز ادامه داشت. از سوی دیگر نمایندگان ولایت های شمال کشور در دو نشست جداگانه نگرانی هایشان را از بدتر شدن اوضاع امنیتی در شمال ابراز کردند. از این میان لطیف پدرام رهبر حزب کنگره ملی افغانستان میگوید که در بیرون شدن نیروهای دولتی از ولسوالی های شمال کشور رقابت های سیاسی و مسائل اقتصادی مطرح است. منابع در ولایت غزنی میگویند که طالبان بامداد امروز بر شهرک مهاجرین غزنی حمله کردند و چاشت روز پنجشنبه نیروهای امنیتی از شهرک بیرون شدند و طالبان پرچمهایشان را در شهرک آویختند، اما نیروهای دولتی دوباره به شهرک مهاجرین وارد شدند و با طالبان درگیر شدند. در همین حال وزارت دفاع ملی این تصویرها را به رسانه‌ها شریک ساخته است که نشان می‌دهد طالبان پس از عملیات‌های هوایی نیروهای دولتی امروز در ولسوالی ارغنداب جسدها و زخمیانی را گردآوری می‌کنند. در نتیجه عملیات‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در 12 ولایت در 24 ساعت گذشته 107 طالب کشته شدند و ده‌ها تن دیگرشان زخم برداشتند و می ترتیب در بخش‌های زیادی از کشور حمله‌های طالبان با ناکامی روبرو شده و همچنان نیروهای ما در شمال افغانستان، در شرق افغانستان در حالت پیشروی قرار دارند. در حالی که بیشتر ولسوالی هایی که در دو ماه گذشته به دست طالبان افتاده است در شمال کشور موقعیت دارند، شماری از نمایندگان ولایت های شمال از افزایش خشونت ها در این بخش ها هشدار می دهند. امروز اگر تحولی نابخشودنی در ولایات شمال اتفاق افتاده، قطعا روزی به ولایات دیگر هم خواهد رسید. نیروهای زیادی که ما در ولسوالی ها و در مرکز ولایات داریم به سقوط مواجه هستند. روحیه کاملا شکسته و پژمرده شده. علت چی است که انگیزه اصلا وجود ندارد اینجا؟ از سوی دیگر لطیف پدرام رهبر حزب کنگره ملی و عضو پیشین مجلس نمایندگان در یک نشست خبری رهبران سیاسی و حکومت را به پنهانکاری در واقعیت‌های جنگ کنونی متهم می‌سازد. شمال در مرزهای ژئوپلیتیک روسیه است، در مرزهای با چین هست و علاوه بر مسئله سیاسی، مسئله اقتصادی در شمال هست، جنگ‌های کلان جهانی منطقه‌ای در شمال مطرح هست، رقابت‌های آمریکا و چین و روسیه و هند در این منطقه هست. لطیف پدرام درباره نوار صوتی که منصوب به محمد عمر داوودزی نماینده ویژه رئیس جمهور در امور پاکستان پخش شده است و مارشال دوستم را شخص مست خطاب میکند و میگوید که از رفتن قیصری به شمال خودداری شود. میگوید که لحن آقای داوودزی این بود که به هر حال بگذارد وضعیتی که در شمال است ادامه پیدا کند و شمال یعنی به طور کامل فتح شود و تمام بشود مسئله به نام شمال و شمال شرق افغانستان. در دو ماه گذشته نیروهای دولتی از نزدیک به 196 ولسوالی بیرون شدند و این بخش ها به دست طالبان افتیدند. در این میان حکومت از بیجا شدن بیش از 32,000 خانواده در نتیجه جنگ ها در یک ماه پسین در 25 ولایت کشور خبر می دهد. وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی می گوید که برای کمک به آوارگان تازه جنگ در کشور به 500 میلیون افغانی نیاز دارد. از سوی دیگر بلند رفتن بهای مواد اولیه در بازارهای کشور خانواده های کم درآمد را با چالش های بیشتر اقتصادی روبرو ساخته است. به خانه کسی می رویم که یک سال پیش از ترس جنگ خانهش را در میدان بردک ترک کرد و به کابل آوره شد. کریم الله 50 ساله تنها نانآور خانواده 12 نفریش است. او یک پسر 3 ساله و 9 دختر دارد. می گوید در کنار جاده کراچی دارد و روزانه 100 تا 200 افغانی کار می کند. پس یک پکردگان چند از پیش سر بود این حال 100 رو بایی میکنند. بسیار مشکل است دیگر. او که در خانه کرایی زندگی می کند می گوید 6 ماه می شود از کرایه خانه قرض دار است. کریم الله با ابراز نگرانی می گوید اگر تغییر در بهای مواد اولیه به میان نیاید فرزندانش با قطعی روبرو خواهند شد. گوشت چه دار خودم و خدا که یادم بگه که بچه بخریدم. یعنی گوشت. اون که مسلمان هم در روزای جمعه در چکه
خیرات میکنند تراکتر میشه که قلشان سر بخونه اونوی هم کنند گشت اونو میتونه که گشت خیلی ندیدیم که گشت چه. شماره از شهروندان کابل میگویند که جنگ و ناامنی فقر و تنگ دستی را در کشور بیشتر ساخته است. متاسفانه قیمت دلار بسیار بلند رفته که واقعا که تاثیر مستقیم در نرخ نوای مواد بخصوص مواد اولیه داره. یک معلم که با 10000 ماش 9000 ماش بسیار سخت است که خانه کرایه داشته باشه و مواد ارتزاقی برای خانه و خانواده خود تهیه بکنه. آمارهای حکومت نشان می‌دهند که تنها در یک ماه گذشته 32384 تن در 25 ولایت کشور از خانه‌هایشان بیجا شدند. ما عملیات حالت اضطرار که در هیچ سابقه نداشت با تمام قوت آغاز کردیم در 25 ولایت و دیروز روز گذشته ما در 17 ولایت کشور شاهد رسیدگی بودیم. بر بنیاد آمارهای وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی شمار کسانی که در 6 ماه گذشته به علت جنگ آواره شدند و بیش از 62000 خانواده میرسد. در انفجار یک ماین کارگزاری شده در یک موتر مسافربری در ناحیه 12 شهر هرات 6 غیر نظامی زخم برداشتند. این رویداد عصر امروز در منطقه امسکینه شهر هرات رخ داده است. ابراهیم محمدی مسئول هرات آمبولانس میگوید که تمامی زخمیان این رویداد مردان بزرگسال هستند و به شفاخانه انتقال داده شده اند. به گفته محمدی وضعیت بهداشتی برخی از زخمیان وخیم است. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید که یک هیئت 4 نفری این گروه به دعوت روسیه به مسکو رفته است و با زمیر کابلوف فرستاده ویژه روسیه برای افغانستان دیدار کرده است. این هیئت طالبان بر رهبری مولوی شهاب الدین دلاور به مسکو رفته است. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان میگوید که اعضای هیئت طالبان در مسکو یک بار دیگر تاکید کرده اند که از خاک افغانستان در برابر هیچ کشور استفاده خواهد شد و دیگران نیز در امور افغانستان مداخله نکنند. در همین حال خبرگزاری تاس روسیه گزارش داده است که دفتر سیاسی طالبان گفته است که این گروه در پی کسب قدرت نیست. مسئولان محلی در ولسوالی سروبی کابل میگویند که از 130 روستای این ولسوالی 70 روستای آن به دست طالبان هستند. شماری از باشندگان ولسوالی سروبی میگویند که طالبان از حمله بر بازار این ولسوالی هشدار داده اند. در همین حال والی کابل میگوید که افزون بر ولسوالی سروبی 4 ولسوالی دیگر کابل نیز با تهدیدهای بلند امنیتی روبرو هستند، اما به گفته وی نیروهای امنیتی اجازه خواهند داد که طالبان فعالتر شوند. با ولسوالی سروبی کابل آمده ایم. در اوضاعی که چندین ولسوالی در ولایت‌های همسایه کابل به دست طالبان افتادند، ظاهراً فشارهای این گروه بر ولسوالی‌های کابل نیز بیشتر شدند. از همین رو نگرانی باشندگان کابل از ناامنی‌ها در اطراف این ولایت در مقایسه با هر زمان دیگری بیشتر شدند. زاهدالله که در بازار سروبی رستوران دارد درباره اوضاع بد امنیتی در این ولسوالی میگوید. شاخ و دول در باندی شپار از جنگ وی ابل از یتنه پر از کر شهیدان شولا پینزل از جوندی چاله بول چوی دی کنه او فقط یه بازار بعد نور ختمه ده خبر سروبی بازار کم دی بازار شاخوا جنگ ده بازار سهول چا خوزه طالبان را نزدی سوی دی. مسئولان محلی افتادن 70 روستا و از 130 روستای این ولسوالی را به دست طالبان تایید میکنند. پلا مرکزی نقطه نه 6 کیلومتر بر چې د سرای په نامه یادیږي هلته خط پروت دغې نه خواته طالبان دي او د نغلو سایه نه خواته چې د اوبو هغه غاړه ده اخواته طالبان دي. حکومت ټولې پوستې راټولې کړې دي. پشت سر همین تپه ها منطقه ازبین ولسوالی سروبی است، منطقه که با ولسوالی تگاب کاپیسا و ولسوالی بادپخ لغمان همسایه است. دو ولسوالی که به تازگی به دست طالبان افتادند. باشندگان ولسوالی سروبی میگویند که طالبان از 10 روز بدین سو حمله هایشان را بر منطقه ازبین افزایش دادند که در نتیجه این حمله ها دو توله اردوی ملی و 25 پلیس را اسیر گرفتند، اما به تازگی اسیر شدگان آزاد شدند. نگرانی ها از افزایش ناامنی ها پای مسئولان ولایت کابل را به این ولسوالی کشانیده است. والی کابل میگوید که اجازه نخواهند داد امنیت سروبی با تهدیدهای بیشتر روبرو شود. یه دشمن تلاش داره که
معاصری اقتصادی کنه کابل، فشار بیاره سر شارگاه اقتصادی ما و خصوصا در شارهای ترانسپورتی ما. به می علت است که دشمن تلاشش زیادتر سر شارهای کابل شرق کشور و بخصوص سروبی هست. اطمینان میتیم که خره و قصباتی که در دست طالبا افتیده با وقت کم ما انشالله پلان گذاری های ما روی دست است که ما این خریجات دوباره از تصرف طالبا آزاد بسازیم. یعقوب حیدری می افزاید که لشکر طیبه و جنگجویان دیگر پاکستانی در جنگ سروبی نقش دارند. او که طالب را برادر نه بل دشمن خطاب می کند، می گوید که بقای افغانستان در خطر است. همین لحظه که ما شما قرار داریم، قوای نیروهای امنیتی شما و قوای دل روایی لشکر طیبه و عساکر پاکستانی را در سروبی کشت. طالبان و اما ساحت جگدلک شتاست بهتر معلوم در چالت مدن در او مگه یاقوت و مدن در و غوی تلاش داری چه آقا یاقوت و مدن تا زانو رسی خو آقا هم استخراج دیر مشکل در دوی تا چه غوی آلت در مونگ امنیتی زواکون هم موجودی و غوی تا مونگ وقت در نده برکره چه آقا مدن دوی استخراج کی. نیروهای دولتی و والی کابل تایید می کنند که از 14 ولسوالی این ولایت 5 ولسوالی با تهدیدهای بلند روبروند. سروبی از مهمترین ولسوالی های کابل است. ادامه خبرها. رئیس جمهور غنی در پیوند به رویدادهای پسین در کشور میگوید که با خروج نیروهای خارجی پس از 20 سال یک مرحله انتقال بسیار پیچیده در روی زمین رخ داده است. وی خطاب به شهروندان کشور میگوید که نگران نباشید، زیرا این خاک ظرفیت اراده و تصمیم قاطع دارد. رئیس جمهور میگوید که ما به گونه محکم این ملک را میسازیم و تلاش های آبادانی ایمان را 10 برابر بیشتر میسازیم. رئیس جمهور غنی می افزاید امروز روزی است که تاریخ را کسی دیگری برای ما نمی سازد، بل ما خود تاریخ می سازیم. وی می گوید که ما پیشنهاد صلح را ارائه کردیم و کسانی که صلح را نمی پذیرند باغی هستند. مقام های بهداشتی در هرات افزایش مبتلایان و جانباختگان ویروس کرونا را در این ولایت نگران کننده می دانند. بر بنیاد آمارهای ریاست صحت عامه هرات در 10 روز گذشته نزدیک به 180 بیمار کووید 19 جان باختند و بیش از 1600 تن به ویروس کرونا مبتلا شدند. وزارت صحت عامه می گوید که بی‌پروایی مردم در برابر ویروس کرونا فاجعه بار است و از افزایش قربانیان این ویروس در کشور هشدار می‌دهد. باز هم خوش آمدید. اتحادیه صاحبان صنایع کابل میگوید که کاهش ارزش افغانی صنایع کشور را نیز زیانمند ساخته است. این اتحادیه میگوید که صاحبان صنایع مواد خام را با دلار میخرند و تولیداتشان را به افغانی میفروشند. از همین رو با کاهش ارزش افغانی هزینه هایشان را جبران نمیتوانند. در 2 هفته پسین ارزش هر دلار در برابر افغانی در حدود 5 افغانی بیشتر شده است. هرچند در 2 روز گذشته در حدود 30 پول در ارزش افغانی بهبودی به میان آمده است. صاحبان صنایعی که همواره با مشکلات گوناگون همچون ناامنی و کمبود برق روبرو بودند، میگویند که اکنون کاهش ارزش افغانی چالش دیگر فراراه کارخانه های تولیدی است. چه مواد خام دی اوسمونګه پر دلار اخلو او راوړو په افغانی دا هم په فابریکه دارانو باندې یو بوج دی، ولی مقابله کوي. کوشش کوي چې چیرته وي چې خپل مارکیټ د لاسه ورنکي، کیفیت د لاسه ورنکي، تولید د لاسه ورنکي، او دوی خپل که ګټه 10 افغانۍ کول هغه 10 ته راوړي، هغه 15 ته راوړي، تر 100 پورې مارکیټ د لاسه ورنکي. در همین حال اتحادیه صرافان سرای شهزاده کاهش روزافزون ارزش افغانی را نگران کننده می داند. او می گوید که مردم در بخش های گوناگون از کاهش ارزش افغانی زیانمند شدند. یک قسمت تاثیر خو مستقیما سر بازارهای ارزه بخصوص مواد ارتزاقی داره و دوم سر پروژه کلان بسیار زیاد تاثیر داره. یک قرارداتی که یک پروژه سرک گرفته ضرب زده دلار به 70 رو پالی اگر 100 رو بخره خو کل مفادش خو رفت که 20 25 تاوانی میشه.
بانک مرکزی علت کاهش ارزش افغانی را در روزهای پسین عوامل غیر اقتصادی گفته است و اتحادیه صرافان سرای شهزاده نیز میگوید که سقوط ولسوالی ها و خروج نیروهای خارجی از علت های کاهش ارزش افغانی است. ادامه خبرها. همزمان با گسترش شتابان گونه دلتای ویروس کرونا در ایران، حکومت این کشور برنامه واکسین سراسری را نیز شدت بخشیده است. مقام های بهداشتی ایران میگویند که اولویت در واکسین به بزرگسالان داده می شود. و اکنون نگاه زودگذر بر چند رویداد کوتاه دیگر از جهان. کم از کم 14 موشک بر یک پایگاه نیروهای آمریکایی در عراق شلیک شد. مقام های امنیتی عراق می گویند که در این حمله های موشکی دست کم 2 تن زخمی شدند. از سوی دیگر پیکارجویان کرد از سرنگونی یک هواپیمای بمبگذاری شده بر فراز یک پایگاه نیروهای آمریکایی در سوریه خبر می دهد. جیکوب زوما رئیس جمهور پیشین آفریقای جنوبی زندانی شد. زوما که به علت سرپیچی از دادگاه به 15 ماه زندان محکوم شده است، چهارشنبه شب خود را تسلیم پلیس کرد و به زندان رفت. آقای زوما که 79 سال سن دارد، نخستین رئیس جمهور تاریخ آفریقای جنوبی است که به جرم فساد زندانی می شود. ممنون که با این مجموعه خبری بودید. شب بر همه شما